سلام به نگاه خوش آمدید نگاه دریچه است به دقدقه های جامعه مهاجر ایرانی در کانادا آزاد مقدم هستم میزبان شما در این برنامه تصور <applause> کنید چه خوب میشد اگر هر کسی داستان مکتوبی داشت از اینکه خودش یا نسل‌های قبل از خودش چطور به این سرزمین یعنی کانادا پا گذاشتند امروز در نبود این سرگذشت های مکتوب چقدر نسل دوم و سوم مهاجران یعنی همون نسلی که اینجا رو خونه خودش میدونه و گاهی تازه واردان رو غریبه از چالش بزرگی که مادران و پدرانش موقعی ورود و ترک خونه و اقوام داشتن درک داره بله کانادا سرزمین مهاجرانی که هر کدوم صاحب قصه‌ای هستند قصه‌ای که گاهی شروعش از ماها راهپیمایی میون کوه‌ها و جنگل‌ها و خطر غرق شدن توی دریاها آغاز شده شاید به خاطر همین دلایل بود که اپریل سال گذشته مرکز زنان افغان مونترال تصمیم گرفت تا قصه مهاجرت جمعی از زنان افغان و ایرانی رو بشنوه و مکتوب کنه و علاوه بر زبان فارسی داستان‌ها رو به فرانسه و انگلیسی هم ترجمه کنه این مجموعه برای این کار به سراغ هیرتش کانادا یا همون اداره میراث فرهنگی کانادا رفت و بعد از تایید پروژش با بیش از دوازده زن مصاحبه کرد و داستان‌های اونها را نوشت و خبر خوب اینکه برنامه امروز ما اقتصاص داره به گفتگو با خانم مکی عارف مسئول مرکز زنان افغان مونترال و نفیس حقیقت جوان روزنامه نگار و نویسنده داستان زنان مهاجر با ما باشید سلام به برنامه امروز ما خوش اومدین ممنون از اینکه اینجا هستین خانم مکی میخواستم ازتون بپرسم که چی شد که اصلا این کار و این پروژه رو شروع کردین سلام به شما و بیننده های هم تلویزیون شما البته ای پروژه بسیار یک پروژه جالب از دو سال به این طرف ایده از ای ایده به فکر ما وقت خود کرد که ما بسیار با ماجرین نوارد روبرو شدم و هر کدام از اونا داستان های جالبه و مشکلات بسیار انگفتی روبرو بودن زمانی که وطن خود تر گفتن و کشور دوم رفتن از کشور دوم به کشور سیوم و بالاخره به با کانادا رسیدن ار ماجر تقریبا کمتر از پنج سال اینا در انتظار بودن شبها خواب میدیدن که چی وقت به کانادا بین و در طول رامری زیاره گذشتاندن و نمیدانم تغییرات در سن سال فرزندهایشان پیدا شد و بسیار با مشکلات زیاد مواجه شدن این سبب شد که داستانهای از اینا باید برجسته شود و شنیده شود که نابتانن که در دا قلعی داستان ها بر اجتماعی که میاین آموزنده باشه و بیاموزن که در کجاها و چه مشکل برمیخورن که از او همچنان بیاموزن نه تنها بر مهاجرینی که میاین او کسایی که در سرزمین آمدن و به خصوص خود دولت کانادا وزارت امیگریشن و هر ار نهاد ارتباطی که از اینها هم باید بدانند که مهاجرین به سادگی به کانادا نمی رسند این نه تنها افغان هم متوجه شدم تمام مهاجرین که هندستانی پاکستانی یا ایرانی یا عربی یا فلسطین از هر اجتماعی اینا آمدن سوریایی و خصوصا هر کدام از اینا داستان ما تفاوت داشت متشکر ممنون از توضیحتون خانم نفیسه شما الان مشغول نوشتن این داستان هستند و میدونم که تقریبا کارتون رو به اتمام چی شد تصمیم گرفتین وارد این پروژه بشین و اونچه که خانم مکی گفتن چقدر برای شما وجود داشت چقدر چیز جدید داشت براتون و الهام بخش بود نوشتن این قصه ها قبل از هر چیز باید به شما و بینندگان تلویزیون سلام عرض بکنم واقعیتش اینه که شاید پروژه من رو انتخاب کرد به اینکه که من پروژه رو انتخاب کنم و نکته بعد اینه که هر کدوم از این داستان ها هر کدوم از این روایت ها برای من یک پنجره جدیدی بود به یک دنیای تازه شنیدن هر کدوم از این داستان ها در واقع من باعث شد که من از خودم دور بشم و به یک جهان تازه نزدیک بشم چیزهایی شنیدم که تصورش رو نمی کردم با اطلاعاتی مواجه شدم که فکر می کردم فقط توی فیلم ها یا توی کتاب ها می شادم. اونها رو بخونه یا ببینه در حالی که اینا واقعی و قابل لمس بودن و ته ته همه این داستان ها تنها جمله که میتونم بگم این بود که با خدا رو شکر میکردم به خاطر اینکه هیچ کدوم از اون تجربه هایی که این زنان پشت سر گذاشته بودن رو باهاش مواجه نبودم و فکر میکردم که من که گاهی تصورم در مورد خودم این بود که آدم مقاومی هستم واقعا هیچ وقت نمیتونم از پس چنین مشکلاتی بر بیام برای من این پروژه درس بزرگ بوده و خدا رو شکر میکنم کنم اینکه تونستم تو این پروژه باشم درسته خانم مکی معیار انتخابتون برای زنهایی که قصه شون رو نوشتین چی بود چی تص... شد تصمیم بگیرین این زنا رو انتخاب کنین در مجموع فامیل آر ما انتخاب کردیم که از زبان خانم ها یا زنا داستان ها این فامیلا معیار به خصوص نداره فقط کسی که کشور خود به منظور آرامش و انتخاب یک جای سیف تعیین کردن کو کانادا است که خوشبختانه که ازی برخوردار هستند ما کدا معیار به خصوص تعیین نکردیم فعلا چون بار اول است ما از این بار اول و کتاب اولی که در نظر داریم ما می که در سالهای بعد چون ما خوشبختانه ما انتظار داریم که کتاب دو اوم روی کار بگیریم بعدا با استفاده از این تجربه به طرف کتاب دوم دو دو میریم و معیار در نظر میخواهیم گرفت درست متکم و نفس جان سوال بعدی من که چقدر کسانی که قصه رو نوشتی با تو همکاری و همراهی کردن چقدر این کار براشون راحت بود؟ واقعیتش اینه که این آ... کار کار ساده ای نیستش برای اینکه شما شما باید تکه ای از شخصی قسمت زندگیتون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و این به اشتراک گذاشتن اون بخش شخصی زندگی گاهی وقتا آدم رو دچار تردید میکنه و این تردید تقریبا میشه گفت در همه بخش‌هایی که روایت رو میشنیدیم، مینوشتیم، ادیت می‌کردیم و تعدیه نهایی رو میگرفتیم وجود داشت هر گامی که ما جلو می رفتیم بیشتر متوجه می شدیم هم من به عنوان نو... واقع نویسنده اون روایت ها و هم روایت کننده ها که چقدر ممکنه که این از اون چارچوب کاغذ فراتر بره و چقدر ممکنه که جهان بزرگتری رو در بر بگیره سخت بود به هر حال من اینجا تجربه خودسانسوری رو باهاش بیشتر دست و پنجه نرم کردم تجربه این که گاهی وقتا پشیمون میشد کسی که میخواست داستان رو بگه یا بخش های از داستان حذف میشد بنا به مصلحتی خب اینا چالش های کار بود ولی در عین حال شیرینی خودش رو هم داشتن شاید یکی از پررنگ ترین بخشش همون بخش خودسانسوریه و اینکه خیلی از این زن ها به عنوان پیشگام دارن این کار رو میکنن دارن داستان خودشون رو میگن برای اینکه به دیگران نشون بدن که میشه که این داستان به عنوان تجربه مشترک با دیگران به اشتراک گذاشته بشه البته بگم که پیشگام همه اینا خانم مکیاره بودن دقیقا به عنوان برن. اولین بله. کسی که داستان خودش رو میگه و شاید برای من یک از شیرین ترین داستان دقیقا <applause> چی شد که تصمیم گرفتین شجاعت کنین و اولین نفری که میپره تو این استخ شما باشید چون واقعا به قول نفیسه کار راحتی نیست حرف زدن از زندگی شخصی و مسیری باید. که طی شده دلیلی این بود که من خودم پیشگام به خاطر شدم که خودم یک داستان جالب کاری و خدمات فوق اجتماعی در اجتماع داشتم تای سفر که من تا به کانادا رسیدم چون این داستان خود پیش قدمی کردم و به دیگران جرعت دادم براوردتون چیه فکر میکنیم کی ما بتونیم این کتاب رو به دست بگیریم و ازش لذت ببریم؟ گرچه یک مصاحبه پارسال روز اولین روزی که ما نظر خواهی در رابطه با کتاب داشتیم پیش بین کرده بودیم اما فکر میکنم این پروسیه مسلکی و رسمی و آفیشل و نمیدانم گپ از اینا سبب میشه که فکر میکنم امیدوار هستیم که تا دو تا سه ماه دیگه باید حتما به خیر کتاب به دست نشر برسه البته با ترجمه آ به ترجمه انگلیسی و انگلیسی فرانسه ممنون از اینکه وقتتون رو به ما ممنون از خواهش میکنم تشکر متشکر از اینکه بیننده و شنونده نگاه بودید تا نگاهی دیگر و هفته دیگر بدرود